اگه از من بپرسید برای جلسه خواستگاری چه عطری خوبه، قطعا یکی از اون پیشنهادهای من همین عطره. درود، خیلی خوش اومدید به یه معرفی دیگه از خلیفه‌چی. توی این ویدیو میخوام براتون یه عطری معرفی کنم که بسیار مناسب جلسه خواستگاری، یعنی اگه قشنگ قبلش اون زمینه رو فراهم کرده باشید، وقتی این عطر رو میزنید دیگه با خیال راحت میتونید جواب مثبت رو بگیرید. این عطر از برند ورساچه است، یعنی ورساچه اروس، البته نسخه اود پرفیومش. بریم با هم جوابگوشایش رو ببینیم، برگردیم که اصلا داستانش ببینیم چیه. دوناتلا ورساچه راجب ایروس ایدیپی اینطوری گفته: من یه مرد قهرمان، پرشور و یه خدای یونانی رو از این عطر احساس کردم. یه مردی که یه نیروی افراطی داره. دوناتلا ورساچه هم که مالک برند ورساچه است. خب بریم اصلا ببینیم واقعا این عطر چه بویی داره و چرا من این عطر رو به عنوان یه عطر مناسب برای جلسه خواستگاری معرفی کردم. خب بریم سراغ خود ورساچه ایروس نسخه اود پرفیوم ببینیم اصلا چه رایه‌ای داره. ایروس ایدیپی تو سال 2020 به بازار معرفی شد، 8 سال بعد از اون نسخه ایدیتی پرطرفدار، با این تفاوت که گروه بویایی ایروس ایدیپی شرقی چوبیه. بخوام تفاوت کلیشو با اون ایروس ایدیتی بهتون بگم، شروعش یه مقدار ملایم‌تر شده، اون فضای نعناسیبی که تو ایروس ایدیتی خیلی غالب و پررنگ بود اینجا می‌بینید یه مقدار کمتر شده و بیشتر یه حس گرم ماندگارتر ازش می‌گیرید و خب یه مقدار شیرینی کنترل شده تری داره به نسبت نسخه ایروس ایدیتی. در کل رایحه شیرینه، کمی گرم، سه فصل بهار پاییز زمستونه و میشه گفت یه رایحه وانیلی تور تقریبا نعنایی، کمی آروماتیک داره، به اضافه اینکه فضای شرقی توش خیلی خوب حس میشه. بذار نوتاشو بهتون بگم. توی شروع ما پرتقال داریم، لیمو داریم، اون نعنای پررنگ به اضافه سیب، توی نوتای میانی امبروکسان هست به اضافه گل شمدونی، توی بیس نوت هم ما وانیل داریم، چوب سد، چوب سندل و پچولی. من احساس میکنم نوت دانتونکا هم توش وجود داره، چون بعدم از رایحه‌اش بهتون میگم. خب بریم ببینیم اصلا رایحه به چه صورته. خب توی شروع واقعا حس میکنید که انگار دارید ورساچه ایدیتی رو تست میکنید. توی شروع اون چند ثانیه اول قشنگ شما رو یاد اون ورساچه ایروس ایدیتی میندازه، ولی چند ثانیه که میگذره تفاوت مشخص میشه. یعنی اون حس نعناسیبی که توی ورساچه ایدیتی خیلی پررنگ بود، اکثرا با همون یه تیکه ورساچه ایروس ایدیتی مشکل داشتن افراد، اینجا میبینید که خیلی ملایم‌تر شده، اون حس گازدار نعنا خیلی کمتر شده. اینجا یه گرمی خوبی هم ازش توی شروع میگیرید. کلا میتونم بگم شروعش یه حس شیرین ملایم تر داره، یعنی اون حرارت قشنگ از بیس میزنه بالا، شما متوجه میشید. توی نوتای میانی میبینید که اون حرارت بیس نوته که حالا باعث شده فضا شرقی بشه قشنگ داره میزنه بالا، حس حرارت رو ازش میگیرید. توی ایدیتی خیلی اون حرارت دیده نمیشد توی نوتای میانی. ما توی نوتای میانی فضا امبروکسان داریم که اینجا یه حس انیمالیک تور میده. قرار نیست رایحه رو خیلی تغییر بده، توی ایدیتی خیلی پررنگ‌تر بود، اما اینجا یه مقدار کم‌رنگ‌تره، بیشتر اومده یه مقدار دوام نوت‌ها رو بیشتر کنه. در کنارش گل شمدونی داریم که ممکنه یه حس گلی تقریبا کلاسیک تور به عطر بده، ولی خب میریم که به سمت
سمت نوت های پایه میبینید شما هم وانیل داریم، هم یه حس چوبی داریم، هم پچولی داریم، همینجا دانه تونکا بوش دیده میشه، یعنی یه حس تلخ مانند هم از عطر میگیرید. این بیسه باعث شده که گروه بویایی به سمت فضای شرقی بره. خب وانیل یکی از مهمترین نوت های اورینتال یا همون فضای شرقی یا همون امبریه، پس اون حرارت رو داریم، شیرینی وانیل قشنگ حس میشه. اینجا وانیل خیلی باعث موندگاری عطر شده، در کنارشون دانه تونکا هم داریم که یه مقدار حس تلخی به عطر میده. و مهمترین قسمت این عطر که میخوام راجبش صحبت کنم بحث موقعیت هایی که از این عطر میشه استفاده کرد. اروس ای دی پی یکی از گزینه‌های خیلی خوب برای جلسه خواستگاری، یعنی شما میگم اگر مقدمات رو فراهم کرده باشید، اگر صحبت ها رو کرده باشید و قدم های خوبی جلو رفته باشید راجبه این که بله رو بگیرید، وقتی این عطر رو اسپری میکنید چون یه حس شیرینی داره، حس اعتماد رو بیشتر میکنه و اون پخش بویی هم که توی این عطر وجود داره، پخش بوی خوبش قشنگ شما رو از سایر مهمون ها متمایز میکنه و قشنگ همه چی واقعا آماده است که اون جواب مثبت رو بگیرید. پس در نظر داشته باشید که یکی از بهترین گزینه‌ها برای جلسه خواستگاریه. پخش بو و موندگاریش هولوش 7.5 تا 8 نمره میگیره که به نظر من عملکرد خیلی خوبی داره. 7.5 تا 8 واقعا عدد خیلی خوبیه. بهار و پاییز و تابستون بهترین فصل استفادهشه. اگر دیدید که مثلا تو بهار دیگه هوا داره خیلی گرم میشه استفاده نکنید بهتری. حالا اگر تو محیط بسته داره کولر روشن میشه ازش استفاده کنید، مشکلی نره. ولی اگر دیدید ظهر تابستونه یا ظهر بهاره که دیگه قشنگ هوا داره گرم میشه، از این استفاده نکنید بهتره. و در کل واقعا یتریه که شما رو از این نظر راضی نگه میداره. این بود از معرفی ورساچه اروز نسخه اود پرفیوم. اگر شما این عطر رو تست داشتید حتما داخل کامنت ها بنویسید. اگه سوالی هم دارید راجع به این عطر یا اگر نسخه های دیگه این عطر رو تست کردید حتما نظرتون رو بنویسید، چون مثل همیشه نظرتون مهمه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا یه ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه، خدا نگهدارتون.